دار حسینی یہ چلن زندہ رہے، حاضر خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله وحبيبه خير الأنبياء بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأئمة المعصومين الغر الميامين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحزره الملائكة وتهجره الشياطين وتنزل فيه البركة. الصلوات بخير بر محمد و الله صلى الله عليه محمد. دیشب خدمتی شما عزیزانی گرامی عرض شد که انسان مؤمن باید در فکری کیفیت زندگی یا به تعبیر دیگر به فکر برکت زندگی خو باشه، و تعریف و مفهوم دقیق برکت را هم دیشاو اگر در اذهان شریف باشه عرض کدم که چهار دن عنصر داره مفهوم برکت، و واقعا یک مفهوم بسیار زیبایی است که شما فقط این مفهوم را در معنی معارف و فرهنگ دینی فقط پیدا می توانید، دیگر در معنی هیچ کدام از علوم انسانی که هیومانیتیز مگشت در انگلیش را در هیچ جای شما این چیز را پیدا نمی توانید. در معنی علوم انسانی شما تو خیل دوباره مختلف ابعاد زندگی انسان تحقیق مشه، علم است، علوم وجود داره، اما دمنی هیچ کدامشان دوباره مفهومی در عنوان برکت اصلا جای نداره. منی از علوم اصلا جای نداره. چرا؟ چون منی از علوم معمولا دوباره کمیت و مقدار مسائل بحث میشه، حتی دمنی سایکولوژی و علوم نفسیات شی، حتی دمنی علوم تربیتی شی که معمولا در خلاصه روح انسان دا اخلاقیات مربوط است، اما متاسفانه منی هم زنا هم فقط کمیت بحث مشه، مقدار بحث مشه، چیزی دا عنوان برکت دا منی زنا وجود نداره. که البته وجه شمی است عزیزانی گرامی که متاسفانه او نظریه و او نگاهی که امروز دا بری عالم موجود و عالم خلقت حاکم است، او ایدئولوژی و ورلد ویو که دا بری از این عالم خلقت حاکم است یک نگاه ملحدانه و ماده پرستانه است. تمام چیز را خلاصه میخواهیم در ماده و مادیات ربط بدن، لذا جایی برای یک مفهوم زیبایی مثل برکت در منی زی علوم شما پیدا نمونید، فقط در منی معارف دینی پیدا میشه همچنین مفاهیم. عزیزانی گرم که عرض کردیم برکت یعنی انسان زندگی شی برکت داشته باشه، مال شی برکت داشته باشه، علم شی برکت داشته باشه، اولاد شی برکت داشته باشه. و عرض شده که برکت یعنی که مثلا بعض اوقات ممکنه کسی عمر شی 70 سال باشه، اما خاصیت یعنی عمر 70 ساله شی به اندازه 700 سال است،
یا مثلا شما دختین یک پیسهی مثلا یک مالی در حساب ظاهر مثلا فرض کو یک لگ روپیه، اما اثر و خاصیتی که این یک لگ روپیه داره در اندازه مثلا فرض کو 1 کروڑ روپیه است. مثلا از لحاظ ظاهری کمه. یک شخصی اما دید که پیغمبر اکرم بسیار لباسهایشان کهنه شده، 12 درهم صرف 12 درهم هدیه داد پیغمبر اکرم. رسول خدا صلوات الله علیه گرفت پیسه را داد علی ابن ابی طالب علیه السلام، گفت بازار برو یک لباسی برای از من بخرو بیار. علی علیه السلام رفتن بازار، یک لباسی را آوردن برای پیغمبر که 12 درهمی بود، یعنی تمام 12 درهم را یک لباس خریدن آوردن خدمت پیغمبر. پیغمبر هم وقتی که موقع لباس را نگاه کرد دید که نه، از سطح عموم جامعه مردم یه خورده بالاتر است. انبیای الهی، رهبران الهی یعنی رنگه، حتی موقع لباس را ما نباید او رنگ لباس بپوشیم که از سطح یک دن فقیر یک مردم معمولی کرده بالتر باشه. گفت برو علی جان، اگر ممکن اردوی مواپس بوری لباس را پس کنی، لباس را پس کنی، یک لباسی مناسب ما بخون. امی تر که درو به طرف بازار مو رفتن دیدن یک زنی دمنی کوچه نشسته، زانوی غم بغل کرده، گریه مونه ده. خب پیغمبر است، رحمت للعالمین است، نمیتونه به توجه تیر شون از کنارش. اما پرسید که خواهرم شر گریه مونه، شما مشکل چی است؟ گفت یا رسول الله، ما برای یک کاری بدر شده بودم از خانه، ظاهرا نگو خادمه بود، یگو کنیز، یگو کس بود، از خانه بدر شده بودم برای یک کاری، 4 درهم مرده ده بود صاحب من، ما 4 درهم را گم کردم، متاسفانه 4 درهم را گم کردم. علی دیگه او 4 درهم را ندارم، اگر خانه بورم خلاصه خد از من برخورد منن، خلاصه قار مشه بریز من، تنبیه مشه. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه رفتن قدلی علیه السلام در بازار، او لباس را آپس کدن، در بدلش یک لباسی 4 درهمی گرفتن، لباسی که 12 درهمی واپس کرد، یک لباس 4 درهمی گرفت واپس. اما 4 درهم شرم داد و زن را گفت اینی 4 درهم را بگر برو انشاءالله که مشکل تو هم برطرف میشه. وقتی که واپس درو میمادن طرف خانه دیدن یک مرد دیگری هم وجود داره اونجا که استایا که لباس بسیار پاره پاره، یک انسانی خلاصه میتونی بگی اوریانی بود، خلاصه لباس بسیار پاره پاره. پیغمبر کم دلش سوخت، لباس را که از بازار خریده بود 4 درهمی را داد دزو آدم، لباس از تو شونه، او لباس را ور داد، برگشتن آپس خود انشان بازار، چون 4 درهم هنوز منده بود پیش رسول خدا دیگه. آپس آمدن بازار یک لباس دیگه خریدن 4 درهمی. وقتی که واپس میمادن دیدن که او زن هنوز استایه، هنوز دمنه کوچه نشسته. پیغمبر اکرم آمد پرسید، گفت خواهرم او 4 درهم را که گم کرده بودی خو ما چمور دادم دیگه، باز چرا اینجا نشسته، باز چرا گریم؟ یا رسول الله، علی اگر خانه بروم دیر شده، خیلی دیر شده، شاو شده، علی اگر ما خانه بروم دیگه قد از ما قطعا برخورد منم، امر تنبیه من، ما دیگه ترس مخرم خانه بروم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود ایب نداره، هیچ اشکال نداره، ما قد تو مرم خانه تو. رسول خدا رفت قد ازی کنیز به خانه و صاحب شی. رسول خدا یک سنت داشتن، واقعا بسیار سنت خوبیه، هر جایی که رسول خدا مرفت در خانه، هر کس که مرفت 3 مرتبه سلام مکد، وارد خانه نمشد بغیر اجازه صاحب خانه، 3 مرتبه سلام مکد، بار اول سلام کد جواب نماد، بار دوم سلام کد جواب نماد، بار سوم وقتی که سلام کد السلام علیکم یا اهل الدار جواب امادک. صاحب یزو ما دروازه را واز کدک، پیغمبر اکرم سوال کرد، گفت خب بنده خدا، وقتی که شما در خانه حاضر بودین چرا مو دفعه اول جواب سلام بر ندادین؟ گفت یا رسول الله، گفت چون مو خبر است که شما سنت در این هر جایی که مورین تا 3 مرتبه سلام نکنین نمورین، ما خواستم که این سلام های شما آواز شما منی خانم زیاد متوجه شونه، منی خانم بپیچه. خلاص معلوم میشه یک آدم با معرفتی بوده. خب رسول خدا صلوات الله علیه گفتن که یعنی کنیز شما برال بازار رفته بود مشکل پیش آمد، پیسه رو گم کرد و اینا، علی مشکل سے برطرف شد، ما خواهش مونم که قچی برخورد نکنین. این آدم واقعا با معرفت بود. تو خیل گفت یا رسول الله، چی مگین شما؟ به برکت وجود شما که هم دین تشریف آوردن دان خانه ما، اصلا ما آزاد کردم شیر، ما اصلا آزاد کردم شیر. بوری رسول خدا هم خدا را شکر کرد، خدای شکر روی خور به طرف علی علیه السلام کرد، گفت چی 12 درهمی با برکتی بود. واخونه دو دنه برهنه را پوشاند، یک خودمه و یک بنده خدا را و یک اسیر را آزاد کرد. مالی با برکت نی عزیزانی کرد، مقدارش کمه اما از بس خاصیت زیاد داره، قدر خاصیت چی زیاد است.
واقعا امیر انگست. لہذا دیشاو ما یک از عواملی که باعث زیاد شدن برکت در منی زندگی مشار خدمت شما عرض کردم، عمل صالح در لحظه ها که ایر خواهش منم که بعض اوقات اگر خودون شما دیگو خلوتی خلاصه نشستین در بارش فکر کن، مزید فکر کن که بعض اوقات خداوند متعال انسان را در یک لحظه اش امتحان میگره، در یک لحظه از انسان امتحان میگره، فرصت محاسبه کدو لا نمیده شده، فرصت تفکر نمیده شده که سبک سنگین کنه، در یک لحظه یک فرصت میده میبینه که تو بنا که عمل صالح انجام میده یا نه. اگر در اون لحظه انسان عمل صالح انجام میده معلوم میشه که باطن و درون پاک است، باطن و درون و مخلصه صلاحیت های باطنیش پاک است که عمل صالح را انجام داده. خدا رحمت کنه سید محمد باقر را، یک عارف بزرگوار، یک مجتهد و فقیه عادلی بود، به اصفهان زندگی میکرد، زمانه قدیم بود. کسانی که اصفهان اگر رفته باشد ایران، یک مسجد است دارن، مسجد سید، بسیار مشهور معروف مسجد است. یعنی سید محمد باقر پیش امام هم زین مسجد بوده، پیش امام شو بوده. امیالم که من مسجد سید بورین در سمت چپ یک زریح است که قبر یک بزرگوار مونجی است. بسیار آدمی خلاصه فقیه عادل، بسیار شجاع بوده، عجیب محبوبیت داشت مگه در اصفهان، عجیب محبوب بودن. در زمانی شاه قاجار بود، در زمانی ایران اصلا شاه نمیتونست کسی مقابله کنه، از بس که محبوب بود. خودش خلاصه یک حکومتی داشت، حدود جاری مقدم علی مردم و مال و دولت هم خداش زیاد داده بود، زیاد مال. یک روزی را مخصوص کرده بود برای فقرا، هر فقیری که دان خانش میماده دست خورمانه کیسه کده مگه مشت کده پیسه میده چه اصلا حساب نمکده، مشت کده پیسه میده. فقیری نبود در منی اصفهان که ای سید رو کمک نکده باشه. اما امی سید محمد باقر که پیش امام مسجد سید بوده، که مسجد سید هم به خاطر امزی موگه شده، مسجد سید از خاطر امزی موگه. یک زمانی خودون چند قسم در مفتی، یک زمانی که ما طالبینم بودم در نجف، ما فقیر محض بودم، فقیر محض که بعض اوقات ماها تیر مشود، ما یک پاو گوشت گیرمو نمیمد در نجف، ماها تیر مشود، یک قدر فقیر. یک روزی موگه میتر از یک جایی من یک مقدار گوشت میلاو شد، یک مقداری گوشت مر میلاو شد. خب برحال گرفتم گوشت که برم طرف حجره یا طرف خانه یک چیزی برای خو پخته کنم. اما امی که موگه درو دادم را میمادم، دیدم که یک سگ در منی کوچه خواه، سگی مادر، اما بچه هایش هم چسبیده در خلاصه سینه های مادر که شیر بینوشن، اما مادر است که پوست استخوان رسته، هیچ چی نداره، خیلی ضعیف است، معلومه که عرصه های یک چیزی نخورده، خلاصه ضعف داره. مگه ما یک لحظه دیدم دل ما سخت، مگه گوشت فورا نشتم پیش، اصلا محاسبه نگدم، معطل نگدم، گوشت نشتم پیش. مگه مو سگ مگه قدم زو نگاه های ضعیف خود به طرف از من یک مرتبه یک نگاه خلاصه مهربانانه ای کرد، محاسبه نکردم، اشتم پی دل مسوخ، اصلا برای ثواب مگه مای کار نکردم که برای ثواب، نه دل مسوخ مگه اشتم گوشت پیشی. مگه نم دو روز بعد بود که زندگی از من زیر و رو شد. مگه خدا از جاهای برایش مال و دولت، یک ارسی مثلا رسید، یک سرمایه های، خلاصه خداوند متعال نه فقط از لحاظ مادی خروار خروار دامن شریف، بلکه از لحاظ علمی هم رشد کرده، زبات شد یک فقیه بزرگوار، از لحاظ معنوی هم رشد کرد و از لحاظ مادی هم خدایی قدر داد، چون ظرفیت شدشت که خود خود گم نکد تا خدا را فراموش کرد، زیاد دادک شد. برحال این نکته بود که ما دیشاو خدمت شما عرض کردم که خواهش مونم انشاءالله در خلوت های خود بشنین در باریم زی مسائل هم فکر کرین انشاءالله. یک صلوات بخن بر محمد و آله. یکی از چیزهای دیگه هم که باعث برکت در من زندگی انسان موشه که خیلی خلاصه عجیب آثار داره و واقعا برکت ها را نازل مونه و بارش برکت ها موشه در من زندگی انسان و در من روایات از موم زیاد بریشی تاکید شده، من روایات از موم زیاد بریش تاکید شده. خواهش مونم که شما انشاءالله طرف از این مطلب بسیار زیاد توجه داشته باشین و او اصلا رابطه با قرآن، انس قد قرآن، انس با قرآن، هر رنگ انس و هر رنگ رابطه قد قرآن، نگاه به طرف قرآن، همراه داشتن قرآن، خواندن قرآن، تلاوت قرآن. متاسفانه قرآن مجید او رنگ که باید دمن زندگی از مو باشد کتاب زندگی از مو نیست، او رنگ که باید کتاب زندگی مو باشد نیست متاسفانه.
هر رنگ رابطه قد قرآن عرض کردم نگاهی به طرف قرآن و حدیث داره نگاهی به طرف چهار چیز عبادت النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادت نگاهی به طرف صورت اقام المؤمنین عبادت النظر الى الكعبه النظر الى الوالدين بالرحمه والرافه و چهارم نشم النظر الى المصحف نگاهی به طرف قرآن عبادت است هر رنگ رابطه حالا ما نمیخوایم جسارت کنم خلاصه هر کس خود خور حساب کنه هر کس خود خور دوخ کنه ما چی قدر واقعا در طول روز قد قرآن رابطه داریم چی قدر واقعا ما در قد قرآن رابطه داریم حداقل کوشش کنه انسان روزی 20 آیه یا 50 آیه که حدیث هم داره نشانی های مؤمن یک دنش چیه روزی 50 آیه تلاوت واقعا نمیترسه کس نگه که ما وقت ندارم نه آقا ما وقت ندارم مثلا یک قدر مصروف هستم که وقت نمونم ما قرآن تلاوت کنم نه یک از استادای ما قسم میخورد به خدا قسم دلیل یزی که ما وقت پیدا نمونی از خاطر همزی که ما می کارا را نمونیم در زندگی ما قرآن دور هستیم که وقت پیدا نمونیم باور کنیم اینا برکت میره در من زندگی انسان یک وقتی دمای مبارک رمضان عرض کرده بودم خدمت مؤمنین یکی از شأن نزول های تسبیحات حضرت زهرا چیه؟ تسبیحات حضرت زهرا را پیغمبر اکرم تعلیم داد ده حضرت زهرا برای چی؟ مگه زهرای مرضیه وقتشن بسیار کم بود مثلا سرشن شلوغ بود چون کار بی زیاد بود کار خانه تربیت اولاد مصحف فاطمه لکه کنه قد علی علیه السلام ساعت بیده خیلی سرشن شلوغ بود یک روز علی علیه السلام آمد گفتن که فاطمه جان چرا رفته پیش پدر خو نموری که یک دن خادمه برای شما قرار بده یک خادمه بگیره تا که کارهای شما خلاصه تقسیم شونه وقت پیدا کنید بی بی دو عالم رفت خدمت پدر عرض کرد که پدر جان اگر موش یک خادمه برای ما قرار بدین وقت ما وسعت پیدا کنم رسول خدا فرمود که دخترم فاطمه یک ذکر تو رو یاد میدم یک دستور شما رو یاد میدم که به قدری یا البته تعبیری از ما واقعا مطرح به قدری ده تن خادمه برای تو وقت پیدا میشه اونجی بود که مونگا رسول خدا تسبیحات حضرت زهرا را تعلیم میده 34 دن الله اکبر 33 دفعه الحمدلله و سبحان الله اونجی بود که بی بی را یاد میده که امام صادق فرمود ما امورنگا که بچه های خور تعلیم نماز میدی سفارش نماز رمونی سفارش تسبیحات مادر خور زهرا را هم مونی که بخوانه نه فقط بعد از نماز هر وقت که فارغ نشستی تسبیحات حضرت زهرا را بخوانی لازم نیه فقط مصحف نیه فقط بعد از نماز هر وقت ما این کارا را نمونیم گره های کور دمنی زندگی های از ما بعض اوقات ایجاد موشه سرگردان موشیم یک چیز را روست مونیم دیگهش خراب موشه و روست مونیم دیگهش خراب به خاطر چی؟ به خاطر همی که ما متاسفانه می کارها را انجام نمیدیم اگر کس بگه وقت ندارم دیشب عرض کردم علامه هلی استاد چن خواجه نصیر الدین توسی رحمت الله علیه که از بزرگان مذهب تشیع تیر شده استاد البشر مگفت شیخ توسی را یک قدر آدم بزرگوار یک قدر عالم جلیل القدر در زمانه مغول زندگی میکرد عرض کردم از وزرای دربار هم شده بود یعنی گرفتاری هایشان را میخوایم شما رو بگم و بعد نتیجه بگیرم از وزرای دربار است به حالت جنگ است خلاصه یعنی ای استاد و شاگرد شما تاریخ را مطالعه کنید شیخ طوسی و شاگرد چن علامه هلی کلانترین نقش را داشت در شیعه کردن مردم وحشی مغول کلانترین نقش را داشت اینا شیعه کردن اونا را خب این قدر مشغولیت ها منی در با از اول باز لحاظ علمی شما تو کن شیخ طوسی است کدام استاد البشر بود در منی مختلف علوم پی اچ دی داشت صاحب نظر بود مثلا در منی علم فقه در زمانه شی صاحب کتاب شرای محقق هلی بود کلانترین فقیه زمان چی بود اما یک وقتی ما یک شیخ طوسی وقتی که بحث مونه شیخ طوسی نظریه فقهی زور لا چینج مونه برش اینقدر ماهر بود در من فقه قطب الدین شیرازی ماهرترین طبیب زمان شیخ طوسی است اما مگه مو بعض اوقات در مسائل طبابت که پسا و ممندی مرفت شیخ طوسی پرسان میکنه در شهر مراغه ایران یک رصدخانه است که از منش ستاره شناسی انجام میگیره گل بتالی آثار قدیمیش منده اون مو رصدخانه را شیخ طوسی تیار کرده بود ماهر علوم نجوم و ستاره شناسی منی فلسفه کتاب های شده تا امروز منی حوزه علمیه درو میخوانم منی کلام تا امروز متکلمین از کلام هایش استفاده مونه کتاب های بسیار ارزشمند لکھائی کده شیخ طوسی رحمت الله علیه شما توخ کن عزیزان گرامی یک نکتر عرض کنم امروز در منی دنیا شما تقریبا منی از 200 دن زیاد سبجکت وجود داره که مردم میتنه منیش دکتریت کنه پی اچ دی کنه از 200 دن زیاد سبجکت
لیکن شما ددمنی دنیا اتر شخص را پیدا نمونن که از سیدن یا از دودن از سیدن زیاد سبجکت منش پی اچ دی داشته باشه. بسیار کم، یعنی انگشت شمار انسان ها شمار ملاو میشه که منی دودن یا از سیدن سبجکت یک جای دیگری پی اچ دی داشته باشه. شیخ طوسی منی هفت هشت دن علم پی اچ دی داشته، صاحب نظر بوده، نظریات را چینج میکنه. خب خیلی دور نریم، شیخ طوسی خیلی امین دمزی دور خودون مو آیت الله العظمای حسن زاده عاملی را شما توخین، خدا حفظ کنه بزرگوار. منی نزدیک 25 تا سیدن علم پی اچ دی داره، 25 تا سیدن علم پی اچ دی، موضوع پی اچ دی های معمولی نه، پی اچ دی های که منیش صاحب نظر هسته. محکمه موسمیات یک چیز بگه، او از نظر از لحاظ نجوم علم نجوم یک چیز دیگه بگه، نظریه زنا ثابت میشن، صاحب نظر هسته. خب چرا عمری از این بزرگان یک قدر برکت داشت؟ شیخ طوسی قد این همه مشغولیت ها و گرفتاری ها، باورشم نمایه شیخ طوسی روزانه 15 جز قرآن تلاوت میکرد، 15 جز قرآن تلاوت میکرد، 15 پاره. میری داماد استاد ملا صدرا است، کلانترین فلسفر عالم اسلام ملا صدرا، که از 300 سال به این بر، از 300 سال تا امروز را فلسفه اسلامی را مگه فلسفه صدرائی حکمت متعالیه. تمام فلسفری که امروز در عالم اسلام وجود داره، آیت الله العظمی جوادی عملی، فلسفری بزرگ از آیت الله مصباح، علامه طباطبایی، تمام شن که منی فلسفه اینا پیش رفتن، تمام شن نظریات ملا صدرا را پیش بردن، منی فلسفه ملا صدرا اینا کار کردن و مختلف جاهایشن خلاصه وسعت دادن. خب انمی میری داماد که استاد یزی ملا صدرا است، مگه روزانه 7 تا 8 جز قرآن تلاوت میکنه؟ اینا اینی کارار مونن وسعت پیدا مونه وقتی از اینا. چرا دور بریم؟ امام خمینی رحمت الله علیه مردی که تاریخ بشریت را چینج کرده، دنیای غیب غرب گا هیستری بشریت را لکھا داده بودن که مو تا کدام سمت درو بشریت را مبری درو، تاریخ را تا کدام طرف درو گا تمام را لکھا داده بودن، خوشحال بودن. امام خمینی آمد واقعا تاریخ بشریت را عوض کرد، چینج کرده، انقلاب آورده، نه فقط دمن یک ملک بلکه دمن تمام جهان حکومت را داره. چقدر مشغولیت هایی که دمن زندگی نداره، اما نقل است درباره حضرت امام دمزی مشغولیت های روزانه 7 تا 8 جز قرآن تلاوت کنه. تو کس نگه که ما وقت ندارم عزیز من، نه، باور کنم اگر ما قرآن تلاوت کدور شروع کنیم، باور کنم وقت ما وسعت پیدا نه، وقت تلاوت هم موضوعات پیدا مونه. یک نکته دیگرم خدمت شما عرض کنم، ازو بعد بوریم پیش. یک رسمی مثلا شروع شده در ایران، زیاد است این رسم، دمانی از من بعض اوقات رسم شروع شده، رسم خوبیه که مثلا دمانی مساجد بعد از نمازها تلاوت قرآن میشه، یک صفحه قرآن تلاوت میشه، بسیار رسم خوبیه، من نمیگم رسم بدیه. اما عزیزان من، پیغمبر اکرم فرمود که خانه های خود قد قرآن نورانی کنی. درست منی مسجد بیا قرآن بخوان، صحیح کس نمگه چیزی بدیه، نه، اما خانه های خور دیگه تحتیل نکیم. پیغمبر اکرم فرمود نورو بیوتکم بالقرآن ولا تأخذوه قبورا، خانه های خور قد صلاوات قرآن نورانی کنین، قبر قبرستان تیار نکیم، خانه های خور مثل قبر تاریک باشه. کما فعلت اليهود والنصارى، امرنگه کی یهود و نصارا مکنن چیکار مگدن؟ یهود و نصارا صلوا في الكنائس والبيع، تمام عبادت های خور بردن دمن معابد عمومی خو، ات و اتلو بیوتهم، خانه های خور گرفتن تعطیل کردن. خب عزیز من، تو اگر قرآن خور در مسجد بخانی، دعای کمیل خور در مسجد بخانی، نماز خورم که در جماعت در مسجد بخانی، جلوس های تم که در روڈ است، مجالس تم که در مجلس است، در من مسجد است، خب پس خانه تو چی؟ خانه رو میخوای چیکار کنی؟ پیغمبر اکرم فرمود دو خانه تلاوت کنین. یکی از بزرگان دمنی خانه خود تقسیم کرد، دیوچی زده بود، صبح خود ما تلاوت کنم قرآن، ظهر همسر ما قرآن تلاوت کنم، شام بچه های ما قرآن تلاوت کنم، نمیلوم خانه ما خالی از تلاوت قرآن باشه. خانه خود درست دمنی مزید. اما یکی از بزرگان از مو شیخ مرحوم کاشف الغطا، منی کتاب محجت البیضای خو قد یک مسئله روی بروی موشه، قدم زی مسئله خانه کتاب را قرآن را در منی مسجد بخانی در خانه ها بخانی. آخرش بزرگوار بعد از اینکه بسیار تحقیق مونه، مگه من ترجیح میدم که قرآن در منی خانه ها خانده شون، چون برکت ها را نازل مونه، انواع و اقسام برکت ها را، که پیغمبر اکرم فرمود البیت الذی یقرأ فیه القرآن، خانه ای که دمنش قرآن تلاوت شونه، تحضره الملائکه، منی از خانه ملائکه نازل مشه، و تحجره الشیاطین، شیطان ها از منی از خانه بدر مشه.
واخه نمی تر خانه کی منیش بچهای شی قاریای قران باشه قد معارف قران آشنا باشه دیگه او د سمت کارتون نتورک نموره دیگه او سرشی د منی فیسبوک نیست دیگه او در برابر درامه های فاسد و بی حیای اندیه نمیش نوزوبات او تربیت شده قران مشذوبات شیطان ها را از خانه بدر مونه چی قدر شیطان امروز در خانه های مزیاد شده باور کن ریزه ریزه بچه ها را دوخ پیشی تبلیت وجود داره یوتیوب وازه فحاشی داره او دیگه مونه ریزه ریزه بچه خود ما دیدون قچیمای خویا بچه های 9-10 ساله از یالی داره او فحاشی نگاه مونه تو را خدا شما دوخ کن بعد از 15-16 سالگی او چی کارای خواد کنه الله اکبر نستجیب رو بالله ایک بندی خدای در منی فیسبوک مر میسیج کرد باور کن جوانی اب 18 ساله بود گفت آج اغا در عمل زنا مبتلا است الله اکبر ای جای گریه داره با خدا جای فکر داره چرا او یک جوانی اب 18 ساله چرا دمی از این گناه کبیر مبتلا شده چرا آخر نتایج تربیت خرابی پدر و مادر نتایج شیاطینی را که خود پدر و مادر در منی خانه آئی باوردن دمانی خانه یا پدر مادر وجود داره اما پدر مادر تربیت نه کی تربیت مونه سوشل میڈیا تربیت مونه کارتون های با مقصد و مغرضانه غرب داره و تربیت مونه شه تحجره الملائکه و تحجره الشیاطین قرآن بخوان شیطان ها بدر مشخصانی تو تربیت مشه بچه ها و تنزل فیه البرکه و منی تو خانه خدا برکت نازل مونه قرآن بخوانین عزیزان گرامی انشاءالله خداوند متعال تمام از ما توفیق بده که قد قرآن اونس بگیریم یک صلوات بخوان بر محمد آمین صلی الله امی دوستا اگر کم ذرا پیش تشریف برین مومنین دوستا از ما برای زینها ششتا یک پیش کمباین که جای پیدا شن یک صلوات دیگه هم بخوان بر پیش بین الله توجه داشته باشین عزیزان گرامی یکی از عوامل دیگری که باعث برکت دمنی زندگی انسان میشه عزیزان گرامی او هم یکی از آیات قرآن مجید است خوب توجه داشته باشین جوانان عزیز یکی از آیات قرآن کی آیت اعظم آیات قرآن است بزرگترین و عظیمترین آیه قرآن یعنی آیه شریفه است که البته اگر اینان شما بگم کدام آیه است شاید تمام شما هم تر گیج شونی که یاری چطور میتونه آیه عظیمترین آیه قرآن باشه و او آیت آیه بسم الله الرحمن الرحیم است آیه بسم الله الرحمن الرحیم مو چی قدر ساده میگریم این آیه شریفه را چی قدر ساده میگریم اما دنیای معارف تر عزیزانی گرم سید مرتضی رحمت الله علیه برار سید رضی سید رضی مو کسی که نهج البلاغه را جمع آوری که در کلام امیر المومنین را که یک بندی خدایی که خود خود خلاصه نمیدون رهبر و چیزی جامعه میگره یک وقتی منی تخریج گفته گفت امام ولی در منی کتاب خود نهج البلاغه این تا گفته یعنی تاوال خبر نیه که نهج البلاغه کتاب امام ولی نیه نهج البلاغه کتابی است که سید رضی فقط کلام امام علی جمع کرده منیش او هم تازه کلامی که از فصاحت و بلاغت بسیار عجیب خلاصه فصاحت و بلاغت داره سید مرتضی یک دن شاگرد داشت هر روز مونږه 5 منټ 10 منټ دیر می اسید دمنی کلاس درس تقریبا هر دو روز 3 روز بعد 5 منټ 10 منټ دیر می اسید یک روزی سید مرتضی گفت که بنده خدا چرا بعضی از روزا 5 منټ 10 منټ لیټ می رسید کلاس گفت که استاد محترم ما خانی ما اوله به نهر است خانی ما اوله به نهر است تا کی ما به خیم از منی زی او رد شونم ایله به زی او باین کشتی ملاو شونه گفت نشونت ام دو خاطر دیر میشه سید مرتضی یک چیزای را یک جمله برای کاغذ این تر لکایی کده چیره بس دد کوشتنی واز نکو توخ کده جیم خوبی گر بینو بس بور وزی بعد وقتی که خواستی بایی از یک اوتر جایی بیا کس ترنن گرنه کشتی مشتی لازیر نیست بلی او را رفته بیا کشتی لازم نمیشه بلی او را رفته بیا ایلا بیا زود بایی در سر کلاس لیچ نشوی سید مرتضی و اینا واقعا انفسهای پاکی بودن که از این چیزا ای بنده خدا میتر یک چند روز اما دید که واقعا از بری او را مورا در او مای زود زود میرسن یک روز شاید خلاصا انسان دیگه واس واس بیا واس کن تو چی لیکا که ده بنیزی واس کن دید شاید مرزا لیکا که بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله امید در عمر
خب دمنی جیب اثر صبح تا پای فرمانی آویش غرق شد دیگه هم نه اعتقاد است از زنگرام اعقیده وقتی باورها وقتی که سوز شونه این میرنگ باشه از زنگرام خوب توجه داشته باشین اول یک آیت را عرض کنم خدمت روایت را کی چرا مومگی بسم الله الرحمن الرحیم اعظم آیات قرآن است و این دمنی روایت است یک کسی اماد از امام کاظم علیه السلام سوال کرد کی یبن رسول ایو آیت اعظم فی کتاب الله کدام آیت بزرگترین آیه خداوند متعال است امام کاظم سلام الله فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اعظم آیت قرآن است البته بعد از بسم الله آیت الکرسی دیده مو اتفاقا آیت الکرسی خیلی چیزا واقعا آثار عجیبی در آیت الکرسی بس معجزه من آیت الکرسی اما بعد از بسم الله الرحمن الرحیم است اول بسم الله بنا یک نکته را عرض منم خوب توجه داشته باشین عزیزان گرامی شما این روایت را شنیدین از امام علی علیه السلام که علی علیه السلام فرمود تمام معارف قرآن را تمام اهداف قرآن را خدا دمنی سوره حمد قرار داده و تمام اهداف و معارف سوره حمد را خدا دمنی بسم الله قرار داده و تمام اهداف بسم الله دمنی بای بسم الله و انا نقطه تحت الباء و ما من نقطه زیر با است علی ابن ابی طالب فرمود خب حالی معنای عمیق و دقیق از این روایتیه روایت بسیار روایتی عجیب و غریبی است اکثرا هم عرفای روایت را نقل مونه عرفای مثل ابن عربی و اینا اما معنای عمیق چیه بنده و امثال بنده نمیتونیم درک کنیم واقعا که چی است در معنای واقعی این چیز اما به قدری که خلاصه وقت دارم یک از معنایش میتونم برای شما توضیح بدم یک از معنای این روایت میتونی باشه زانی گرامی شما توخین قرآن مجید هدف چیه مقصد قرآنی است که انسانها را تربیت کنه هدایت کنه معرفت بده انسانها را و یکی از مقاصد بلندشنیه که انسانها را در مقام توحید برسندن خدا باور کنه انسانها را هیچ قسم شرک در منی زندگی انسان نباشه این مقصد قرآن هدایت و معرفت و تربیت تا برسه در مقام توحید خب اینی اهداف قرآن در منی سوره حمد وجود داره خلاصه و نچوڑ قرآن و اهداف قرآن در منی سوره حمد وجود داره سوره حمد هم همو هدایت را داره سوره حمد معرفت داره سوره حمد همو توحید و خدا باوری هم در منیشی وجود داره و تمام سوره حمد امی اهدافی که است امی خدا باوری و توحیدی در منی بسم الله هم وجود داره شما توقین هر کاری را که شما قد بسم الله خواندن شروع مونین هر کاری که شروع مونی شما اولش چی مونی بسم الله الرحمن الرحیم مونی این یعنی چی یعنی خدای ما این کاری که درو شروع مونم قد نامی است تو درو شروع مون اسماء است تو که ما درو این کارا رو شروع مون تو درو اثر میدی تا ما این کارا شروع مون مثلا خاو به خای کلیم که بسم الله الرحمن الرحیم خاو مون انسان روایت هم در مستحب بشاو قبل از خاو بسم الله الرحمن الرحیم بوگ تمام شاو ده عبادت تیر مش نان می خای بخری بسم الله الرحمن الرحیم مگی و نان بخره انسان هر کاری را که انسان انجام میده اول چی بسم الله گفته انسان شروع میکنه یعنی چی یعنی خدای ما در استعانت و مددی است تو در هر کار انجام میده شما تو کن اما هدف قرآن کی و هدف سوره توحید که خدا باوری و توحید است دمنه بسم الله اومده اینجی دمنه بسم الله وجود داره و ما تمام معارف بسم الله امام علی فرمود که دمنه بای بسم الله است ای با چی خصوصیت داره کی موگا تمام معارف بسم الله می هدف یا می توحید و خدا باوری د منی باسته با چیه منی زبان عربی عزیزان محترم با د معنای استعانت است مختلف معانی در وقتی که با استفاده میشه یکی از معانی با استعانت یعنی کمک گرفتن مدد گرفتن یعنی شما وقتی که میگین بسم الله الرحمن الرحیم در حقیقت میگی استعین بسم الله الرحمن الرحیم به کمک و مدد بسم الله الرحمن الرحیم ما این چیز را انجام میدم و علی علیه السلام فرمود انا نقطه تحت الباء ما من نقطه زیر با هستم چطور شما اگر من نقطه را از زیر با پس کنید دیگه با معنا میده به از خود یک نقطه داره دیگه نقطه شی پس کو دیگه به معنا میده هیچ معنایی نداره امام علی فرمود امورنگا که شما نقطه را از زیر به پس کنید دیگه به معنا مشه و دیگه اهداف بسم الله الرحمن الرحیم که توحید و هدایت و معرفت است اونها حاصل نمشه ولایت از مر مگر پس کنید دیگه نه معرفت ممنه نه هدایت نه توحید هیچ امورنگا که از زیر با نقطه را پس کنی با به معنا مشه و اهداف قرآن و اهداف سوره حمد و در آخر امو اهداف که نشور شی منی بسم الله است اونا از بین موره ولایت را مگر شما پس کنی نه هدایت است نه معرفت و نه توحید
امام باقر فرمود بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله، به خاطر وسیله از مو است که خدا در او عبادت مشه، به خاطر وجودی از مو اهل بیت است که خدا در او معرفت حاصل مشه، خدا وحدانیت چه در او تحقق پیدا مد. علی و آل علی اگر نباشه، اهل بیت اگر نباشه، هیچ راهی به طرف خدا نیست. زیر سایه ولایت اگر باشیم مود خدا میرسیم، اگر نباشیم دیگر راهی جز علی و اولاد علی به طرف خدا نیست. و انا نقطه تو تحت البا، ما مو نقطه زیر. خلاصه منظور ای که عزیزان گرامی تمامی معارف و اهداف و مقاصد قرآن جمع شده مده بسم الله الرحمن الرحیم. امام رضا سلام الله علیه فرمود اگر یک انسانی یک کار را قد بسم الله الرحمن الرحیم گفتن شروع کنه، اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم، اگر یک عبد بسم الله الرحمن الرحیم بگه، قال الله عز وجل ان عبدی بدا باسمی، خدا مگه که عبدی از ما قد نامی از ما این کار شروع کرد، و حق علی و بر من خدا واجب است که چی واجب؟ ان اتمم له اموره، که من کارهایش را را بندازم، کارهایش را درست کنم، و ابارک له، و من این کار را برش بابرکت کنم، من از این کارش ما برکت بندازم. نقطه مقابلش امام صادق بیان کردن، یعنی جایی که انسان بسم الله الرحمن الرحیم نگه و ان لم یفعل، اگر بسم الله الرحمن الرحیم نگه چی کار مشه؟ درست او کار انجام مشه، او کار ممکن انجام شونه، اما ولهو شرک للشیطان، اما او کار د منیش شیطان شریک مشه، او کار دیگه نصیب شیطان مشه، او کار دیگه او کار برای شما قرب نمیره، او کار شما را خلاصه د خدا نمیرسندن. خب یعنی چی که شرک شیطان است؟ یعنی چی که شیطان د منیز او کار است مو شریک مشه اگر مو بسم الله الرحمن الرحیم نگی؟ خوب دقت کن عزیزانی گرامی، جوانانی عزیز، د منی تعلیمات و معارف دین مبین اسلام و دمنی فرهنگ دین مبین اسلام هر کاری که دمنی از عالم وجود انجام میگره، هر کمالی که ایگو کس دمنی از عالم وجود داره، د پشت تمام از کارها و کمالات و استعدادها و صلاحیتهای انسانها اسما و نامهای خداوند متعال است. اسماء الحسنا در کار است، اسماء خدا یعنی صفات خدا. تو خیلی عزیزان گرامی، نامهای از موقت نامهای خدا فرق منه، مو نامه از مو برای زی که دیگه بیشناسی، او تقیه او حسن او حسین او علیه بیشنان، اما اسماء حسنا اسماء خدا یعنی چی؟ اسماء خدا یعنی کمالات خدا، یعنی صفات خدا، صفات خدا یعنی خدا اینی نگه صفات را داره، و هر کس که هر کمالی را که داره، هر کس هر صلاحیت و کمالی را که داره، یک شعاعی از اسماء الهی دزو خورده. شما اگر زنده هستین تیم حیات اگر دارین، شعاع صفت حی خدا در شما خورده که شما زنده هستین. اگر شما قدرت دارین از خانی خوب بال شدم دیند از این مجلس ششتین یا ایلبا اولبا مورین، شعاع از صفت قدیر خداوند متعال در شما خورده که شما قدرت دارین. اگر یک دوایی، یک مدیسن، یک داکتر اگر باعث مشه مریض شفا پیدا کنه، شعاع از اسم شافی خدا در زنا خورده که مریض شفا پیدا مونه. اگر یک مثلا فرض کو کاشتکاری، یک پدر و مادری، یک خلاصه صاحب کاری باعث رزق انسان در اومشه، این خاطر از است که صفت رزاق خدا جلوه نمایی کده و یک شعای شده زینا خورده که نه در شما در رزق میرسندن. پس پشت تمام کارها صفات و اسماء خداوند متعال در کار است عزیزان گرامی، که نه در مثلا شما تو که امی دیواری که امین جسته، امی دیوارها که عزیزان گرامی تکیه داده دزی دیوارها که ظاهرن درو ای دیوال درو شما را سهارا میده و درو در شما ای فایده و ای نفر در شما میرسندن. ای منبری که بنده حقیر رو بریزی ششتم، ای فایده را که درو دزما میرسندن که مرا اینجی نگه داشته و درو مر سهارا میده، ای منفعت را که درو دزما میرسندن، شعای از اسم نافع خدا دزی خورده که درو دزما شما این منفعت را درو میرسندن. یعنی شعای اسماء الهی خورده که ای چیزا درو ای اسباب ظاهری درو فایده میرسندن، اثر درو میده مو شما دارم. و الا اگر اسماء خداوند متعال در کار نباشه، این صفات نباشه، هیچ کاری در عالم انجام نمیگیره زانی گیره. و وقتی که یک انسان باید باور کنه میچه تو خین دوستا، یک وقتی اگر کسی باید باور کنه، خبر این چی اتفاق مفته؟ او چه اگر شما بین گردین که می اسباب ظاهری که روی بروی شما است اگر اینا کار نکنه، خب او دیستی که پشتی از این اسباب است او خواست کار نافتیده که دیگه، او اسمی که پشتی از این اسباب است او خواست کار نافتیده. ممکنه یک وقتی دوایی و دکتر و هسپیتال مریض را شفا نده،
اما اسم شافی خدا کی اس کار نہیں افتی دا ای اسباب و اسباب ظاہری کی روی بری موستا موقع چی کار مونی ای اس کار افتی دا اسم شافی خدا ہنوز سر جائی خواستا اگر یک وقتی میبینی صاحب کار تو مثلا تو پیسہ نمیده یا مثلا تو پیسہ شیر نمیگری مگی شاید حرام است مال ازی شاید رشوت میگره خمس خور نمیده مثلا ایگو رنگا خلاصه مال شیر نمیگی خب اینجی ای صاحب کار از کار موسته اما صفت رزاق خدا خو از کار نافتیده وقتی که دزی باور انسان بیرسه هیچ وقت دیگه ناامید نموشه در زندگی هیچ جای برش ما ڈیڈلائن وجود نداره هیچ جای پساو نمومنی چرا؟ چون خبر داره که اگر اسباب در بریز مدر و کار نمونه کار نکنه اسباب اصلی که اسماء و حسنای خدا است هنوز پشت کافه او از بین نرفته هنوز واقعا نمی رنگ است عزیزانی گرامی در زی باور انسان بیرسه پیغمبر اکرم در یک جنگی رفته بودک یک جنگی بود هنوز جنگ شروع نشده بود هر دو لشکر روی بر یک دیگه کمپ زده بودک رسول خدا خسته بودک از لشکر خو کم زره دور شد در زیر یک درخت گفت برم کم زره استراحت کنم یکی از افراد دشمن دید که رسول خدا بدر شد از منی لشکر خو برو شده برو رفته زیر یک درخت استراحت مونه درم این امد از پشت یک دنه بلندی از پشت لشکر رسول خدا تا کس ننگر نشیره بایا بری سر رسول خدا را اساسینیت کنه بوکش شیره ده شهادت برسندن رفت از پشت لشکر اماد بر بالین رسول خدا شمشیر را گرفت برای گردن پیغمبر اکرم بلند فریاد زد گفت یا محمد من یمنعک منی کی تو را امروز است که از دیست از من نجات بده پیغمبر اکرم چی من خواست که دید ای برای سر شکر شمشیر استه خب شما تو خیلی پیغمبر اکرم ایمان داره که تا که ای دیست یزی که بال رفته تا ای دیست باید تا ای دیستی که دا بال است باید تا صفت قدیر خدا باید پشت یزی باشه که قدرت پیدا کنه باید تا پیغمبر خدا خو ایمان داره که تایی شمشیر یزی اگر بخواید کت کنه ببره و این منفعت را برسندن اسم نافع خدا باید پشت کار باشه تایی شمشیر ببره کت کنه پیغمبر خدا ایمان کامل داره برای این چیز لذا وقتی که گفت کی است که تو امروز از دیست من نجات بده پیغمبر خدا دا کمال آرامش فرمود الله این مزید قارش امد گفت ملح گفت خدا دیگه کیا شمشیر برد بال تا بخواست رسول خدا را بریشی وار کنه یک سنگ یه زیر پایشی لخشه خورد پس پشت رفت برید در بری زمین رسول خدا فوراً بار شد مگر شمشیر گرفت برای گردن جی گرفت گفت حالا تو بگی من یونجی کمین نی حالا تو رو کی نجات می دست نیست از من گفت لا احد عفو که و کرمو هیچ کس عفو و کرم تو فقط می تنم ار نجات رسول خدا مگر شیر ایله که چون نمی خواستی رنگ شیر بکشه تو خیلی کس اگر واقعا باور کنه ای چیزا را کی درست اسباب ظاهری روی بری موسته اما اصلی کار اسماء خدایی که در زینا در اثر میده او هنوز از کار نافتیده وقتی که انسانی باور را پیدا کرد عزیزانی گرامو چه چیکار موشه اگر اسباب ایگو جایی فراهم نباشه ناامید نموشه و وقتی هم که تمام اسباب و عالم روی بریشی حاضر و مهیا باشه او چه ذوق زده شده مست شده بیخبر شده خدا را فراموش نمونه او چیم خدا را دیگه فرام نه او چیمی که تمامی اسباب فراهم است ذوق زده شده خدا را فراموش نمونه چرا؟ چون خبر است که دست خدا باید باشه تا این اسباب کار کنه عزیزان گرامی یزید تمام اسباب و وسایل عالم را جمع کرد روی بروی حسین در روز عاشورا کم بود مگر اسباب ظاهری در پیش یزید لشکر بود شمشیر بود نیزه بود گوره بود آو بود غذا بود تمام اسباب ظاهری در اختیار یزید بود هدف شمشی بود که حسین از دنیا از من عالم محو شنه اهداف و مقاصد و پیغام حسین از من عالم ختم شنه تمام اسباب ظاهری وجود داشت اما ذره برابری اسباب اثر نکد برابری پیغام عبدالله چرا؟ چون پس پشت اراده و اسماء خدا نبودک خدا نخواست که اینا اثر کنه تا حسین از بین بره نه اسباب ظاهری اگر باشه ذوق زده نشو فورا مست نشو خدا را فراموش کنی خدا نخواسته نه امور انگه که وقتی که اسباب اگر نباشه ناامید نموشه چرا چون باز خبر داره که تا او دیست نخواه اسباب هیچ کاری نمیتن انجام بیده زنی گرامی این انزی خاطر است که مور سفارش شده که زیاد بگین بسم الله الرحمن در هر کار بگین ایک قدر تکرار کنین تا منی قلب و جان شما رسوخ کنن تا برسین در مقام بسم الله مقام بسم الله یعنی چی؟ مقام بسم الله یعنی اینی که درو قد اسباب کار مونیم درو درست قد اسباب ظاهری درو کار مونی اما تکیه ما بریزی اسباب نیه اصلی کار اسماء خدای خدای اسماء استو است که اثر میده اگر او نباشه هیچ چی نمیشه این مقام بسم الله عزیزانی گرامی حضرت نوح
کشتی خور وقتی که میخواست تیار کنه کشتی رو دمانی آو تیار نکرد، چون آوی نبود، دریایی نبود. نوح علیه السلام کشتی رو برای خشکی تیار مونه. لذا اونایی که بی ایمان بودن، ضعیف ایمان بودن، اما دن مسخره کردن، گفتو پیر مرد در پشت پیری هم در نجاری پیشه کرده، ترکان تیار شده. گفت جناب اینو نه آوی است نه دریایی، چرا در او کشتی تیار کنه دمانی از خشکی؟ آو تو کجا بوده؟ مسخره میکنن. اما خبر داریم که به تعبیر قرآن مجید یک باران، یک بارش سیلاسای بارید و به تعبیر قرآن و فار تنور از زمین هم مگه او جوشید. او جوشید کس کشتی را منی او دکه ندد مگه. او آمد زیر کشتی و کشتی رو برای او برد. وقتی هم که در او کشتی در او بلی او مرفتک، حضرت نوح علیه السلام فورا صدا زدم و مؤمنینی که ایمان داشتک، گفت مانین، گفت زود سوار شین، قادر کبو فیها، زود سوار شین، سواری بر کشتی شونین. کشتی اسباب ظاهریه، در اوقت اسباب ظاهری کارمونی، اما بسم الله مجراها و مرساها، به اسم خدا مو بال موری و پایین مایی. خیال نکن کشتی لیجاد میده جمعوره، اسم خدا است، منجی کسی دیگر است، کشتی نجات نمیده. اسباب ظاهریه، او اسما اگر پشت از این باشه ای نجات نمیده شموره. لذا گفتن زیاد بسم الله الرحمن الرحیم بگین زن تا در منی قلب و جان شم رسوخ کنه. کارهای خود در خدا رفت بینین، کارهای خود نورانی کنین عزیزانی گرامی. کاری که شوقین شما اگر بسم الله نگین هم کار شما انجام موشه، درسته؟ این همه کفار است در اون نان مخرن بسم الله نمگه نما نان مخره، سفر بنن بسم الله نمگه نما سفرشن موشه. تو خدا مگه تو اگر بسم الله بگی یا نگی، تو اگر خبر باشی یا نباشی، تو اعتراف کنی یا نکنی، بازم حد کار رکی مونی در او قد اسمای خدا انجام میده. در او تو کافر یم که در او غزا مخرم ما بسم الله نمگه، باز در او قد اسم رزام و قدیر خدا در او غزا مخرم. کافر یم که در او سفر مونه، در او قد اسمای خدا در او ای کار انجام میده، فرقی نمونه. اما مورد سفارش کردن که بگین بسم الله را، چرا؟ چه تا در قلب و جان شم رسوخ کنه و کارهای شما تیم شونه نورانی، کارها برای شما قرب حاصل شونه، منیش شما را خدا نزدیک کنه. اما اگر بسم الله نگین، او کار موشه نصیب شیطان، منیش شرک مایه. چرا؟ چون تیم شما گویا در کنار خدا یک دویمنه نفرم شریک مایه. وقتی شما یک کار انجام بدین بسم الله نمگین، یعنی گویا یک کسی دیگم در کنار خدا چیه؟ شریک است. اینی رو مگه شریک شدن شیطان ده منی زکار وقتی که بسم الله نگه. نتیجه رو ما گددم عزیزان گرامی که امام صادق وقتی که فرمود اگر یک کاری ده اولش بسم الله گفته نشونه، درست او کار انجام موشه، اما شیطان منی زکار شریک موشه. چطور شریک موشه؟ اینی رنگ شریک موشه. اما اگر مو ده مقام بسم الله برسی عزیزان گرامی، دیگه این رنگ گب نمیزنی که اول خدا، دویم فلانی، اول خدا دویم دوایی، اول خدا دویم شی پیسه، اول خدا دویم پدر. وقتی کسی در مقام بسم الله برسه، در مقام باور برسه، این رنگ گبا دیگه نمیزنه زمان. یک طالب علم بود از تبریز آمد در خدمتی حضرت آیت الله حجت، یک بزرگواری بود، واقعا مدرسه یم است در نام مدرسه حجت در قم. عجیب شخصیت بود، قبل از آیت الله رضوان بروجردی بود، این آیت الله حجت بزرگواری. این طالب آمد در خدمت آیت الله حجت، مردم زیاد بود دمنی کمره، یک چیزی لکایی کرد دمنی، یک نامه داد در خدمت آیت الله حجت. آقای حجت وقتی که اون نامه زیر خان داد، داد تایش یک چیزی لکایی کرد آپس داد دیگی طالبین مره. دید که ای طالبین وقتی که منا نامه رو مگه وقتی واز کرد توخ کرد، دید آقای حجت لکایی کرد هو الاول والآخر والظاهر والباطن، برو توبه کن، برو توبه کن. یه حیران شد که چرا ما توبه کنم مگر چیکار کردم؟ یک کم که فکر کرد که با ما چی لکھائی کدوم برای آقای حجت، منی نامه خبرین چی لکھائی کدوم. گفت آقای حجت وقتی که ما از فرض کو شهر خود از تبریز آمدم برای طالب علم شدن و هیچیم در اختیار نداشتم، نه خلاصه از لحاظ درسی گو آشنایی داشتم گو جایی داشتم، نه از لحاظ مالی گو جایی داشتم، او زمانم اول خدا امید ما بود، دویم شما امید از ما بودید، دویم تکیه ما برای از شما بود، امروزه ممدوم که شما ما را کمک کنید. یک کم که فکر کرد گفت ما در کنار نام خدا نام آقای حجت را لکھائی کدوم، امزو خاطر آقای حجت لکھائی کدوم، بنده خدا ما کیستم که تو نام از مرد دویوم خدا لکھائی کدوم، اول خدا دویوم تو، نه هو الاول والآخر والظاهر والباطن، اولم خدای دویومم خدای آخرم خدای همه جا خدای. نره حیدری ما کیستم؟ یک کسی اماد خدمت آقای بروجردی در منی خانشی بلند فریاد زد، گفت برای سلامتی آقای امام زمان و آقای بروجردی صلوات بفرست.
الان شما نفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. این بنده خدا وقتی برای سلامتی های امام زمان و های بروجه ایر برو که نسخانه گفت ایر برو که نسخانه. بنده خدا ما کیم که مرد نام از مرد کنار امام زمان تو قرار میدی؟ مگر ما کیه سو میدی؟ آیت الله بروجردی بزرگترین مرجع عالم شیعه در زمان خود. ما کیه سو که تو مرد نام از مرد کنار نامی خود امام زمان در او قرار میدی؟ آقای حجت گفت ما دویم خدا؟ ما؟ چرا یه رنگه گفت بر توبه توزی کار تو توبه کو شیر کده تو لذا عزیزانی گرامی اینی است مقامی بسم الله الرحمن الرحیم از این بعد انشاءالله امیدوار استم وقتی که یه گو کار شروع کرد وقتی بسم الله گفتین بفهمین که چرا مادر و بسم الله مون او چین بسم الله های شما یک دیگه معنا پیدا مونه او چین بسم الله شما شما رو در خدا میرسندن قرب میره برش نورانیت میره دودنا از عوامل برکت را امشا و خدمت شما عرض کرم یکش انس با خود قرآن که به تعبیر پیغمبر خانه که منش قرآن تلاوت شونه فرشته ها نازل میشه و برکت مای منی زخانه و دویمنا عامل برکت هم آیه بسم الله الرحمن الرحیم بود که به تعبیر امام رضا هر کس که به اول کار خو بسم الله بگه خدا او کارش مبارک قرار میده و ابارک لهم اما به تعبیر امام صادق اگر بسم الله نگه اول کار خو من یه زکار شیطان شریک میشه که ایرم خدمت شمو توضیح دادم عزیزانی گیرم انشاءالله که خداوند متعال تمام مزمور از نعمات و برکات قرآن بهرمند شد انشاءالله عزیزانی گرامی ماهی سفر درو کم کم درو ختم میشه درو سفره ابو عبدالله درو کم کم جمع میشه درو خبر دارین که هر سال محرم و سفر دودن ماهی است که ابا عبدالله مؤمنین را تطهیر مونه دو ماهی است که ابا عبدالله یعنی یک سال غفلت های از مور حسین میخوای بشر دازی دو ماه در من مجلس وقتی که ماین میشنین عزیزانی گرامی جوانانی عزیز من شما که پاک استین شما پاک استین خود خور عرض مونه وقتی سر مجلس ماین میشنی امین نکترم در نظر داشته باشون ما باید که خدا امام حسین آقا جان یک سال ما گناه کردم قلب نازنین فرزند و مهدی را ما جریحه دار کردم آقا جان یک سال ده غفلت تیر کردم ما یا ابا عبدالله یک سال ده غفلت ما تیر کردم اما امدوم شنیدم که دمای محرم شما شستشو میدین دمای محرم و سفر شما مشرین گناه ها را حدیث شنیدم ما از امام رضا از امام صادق حدیث شنیدم چی دوم کسی که عشق از چمایش برای مظلومیت شما جاری شنه و بر محاسین چی بایا غفر الله له ذنوبم خدا گناهای شرمو بخش آقا جان یک سال غافل بودم یک سال گناه کردم امادم در بارگاه شما تمرم بشرین مولا دیگه جایی ندارم برم جز در خانه حسین کجا برم باید امشاو کم از امام زمان یاد کنیم باید از زبانی امام زمان روزه بخانیم امشاو روزه امام زمان زیارت ناحیه است عزیزانی گرامی من زیارت ناحیه که شیخ صدوقم نقل کده شیره بعضی از بزرگان دیگه می زیارت را نقل کده من از زیارت مو چی میخانیم چون او سرار درو در شام داخل مونه باید امو بخشی از زیارت ناحیه را بخانیم که امام زمان درو مور توصیف مونه مور موگه که چی رنگ وارد کد او سرار کد او سرار چی کار کده فدای جد مظلوم امام زمان و رأسک علی القناة امام زمان موگه که جدم ای امام حسین سر مظلوم شمور بر نیزه ها بلند کدک و اهلک و سبی اهلک کل عبید یا امام حسین جد مظلومم اهل حرم شمور مثل غلام ها اسیر کدن و سفدو فی الحدید دستو بازو های شرم من غل زنجیر بند کدودن یا جد مظلوم و مگم و ایدیهم مسبوقتون الى الاعناق و مگم دستایشن دا پوشن گردن بسته بودن
امام حسین اهل حرم شماره دمنه دشتها و بیابانها گشتندن، اهل حرم شماره دمنه بلبره چطرهای بیپالان شندن. اما قیامت جمله های قیامت اون جیسته که امام زمان مگا یا ابا عبدالله جدم دخترها و بچه های شماره منه بازارها گشتن. ارباب مقاتل مگا از دروازه ساعت تا درباره یزید اگر انسان یک دفعه حرکت کنه شاید نیم گنته طول بکشه، اما اسرار صبح کی حرکت دادن مگا ظهر دو وقتی چشت منه درباره یزید ما چرا از بس کی اسرار گشتن دن منه کوچه و بازار. راستی از بازار خبرداری هر کی خاص چشم تماشا انداخت ما شامیا تماشا مگن. حضرت کلثوم هر چشم را گفتای شم مور از منیزو دروازه واریدی شام کنو کی جمعیت کم باشا کم تماشایی باشا، اما یزید اهل حرم رز منی دروازه ساعت بود از تمام کنه زیاد تماشایی بود. اجرکم علالله ازادارا بس یک جمله عرض بنام خدمت شما حق مطلب را ادا کنین. جوانانی که غیرت عباس دارین، جوانان عاشق غیرت علی اکبر، این جمله را مگم داد بزنین فریاد بزنین. سیدی همیری یک روایت نقل منا از امام باقر علیه السلام، یک روایت نقل منا روایت از امام باقر، امام باقر خوشی اسیر بوده در میدان کربلا چیم خوبی دیده اینا را. روایت چیه؟ مگلما دخل على یزید بزراری الحسین، وقتی که اهل حرم بچه ها و دخترای امام حسین را وارد مجلس یزید کردن اولا چیکار کردن؟ ادخلهن نهارا، مگر روز روشن بودک تمام میدیدک اهل حرم را داخل کردن. از بعد چی شد؟ مکشوفات وجوه و انا صورت های دخترهای حسین واز بودن تمام درو میگرنا اهل شام من دربار جمعن و قال اهل شام الجباد. یک مرتبه شامی ها روی های وازی دختران حرم را دیدن بلند فریاد زدن الله اکبر، بلند فریاد زدن ما رأینا زمیان احسن من هاولا، ما اسیران خوبصورت تر از این آلا دیدن و غیرتا و غیرت ما اسرائی قشن تر از این آلا دیدن. شما کجایی هستین؟ وقالت سكينة بنت الحسين نحن سبايا آل محمد ما أسيران آل محمد ما پرد پوشان حریم داوری. چشم چرا لانه شام حرم زاده های شام چشمین آلوده داره به طرف یارو دیگه از ما پرسان نکن چرا مویای سر زینب سفید شدن. Thank you.
لعنة الله على القول الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي بحق المظلومية في أسرائك برا تعجيل ظهور العظيم زمان فرودگارا بحق المظلومية في أسرائك برا مراز یاران مصحاب واقعی امام زمان قرار بده فرودگارا بحق المظلومية في أسرائك برا گناهان کبیر و صغری پدران مادران زب الحقوق ساقید پروردگارا به حق مظلومیت اسرائی کبران مریض های همین مؤمن مؤمنات مریض های سفارش شده ملتمسین دعا جمع حاضر اگر مریض در خدای مکرده شفای کامل و عاجل عنایت بفرما پروردگارا به حق مظلومیت اسرائی کربلا مسافرین همه مؤمنین مؤمنات سفارش شده ها ملتمسین دعا بخیر و عافیت به سر منزلشان برسان مشکلات و گرفتاری هایی که بر سر راه دارن خدایا برطرف بگردان برای مریضانی که التماس دعا گفته خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها از ساعت لباس عافیت بپوشان پروردگارا به حق اسرای کربلا زوارهای امام حسین که میخواین برای زیارت اربعین برن خدایا بی خطر به سر منزلشان برسان دشمنانشان نیست و نابود بگردان پروردگارا به حق اسرای کربلا ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان پروردگارا به حق اسرای کربلا به همه پدران مادران توفیق دینی بچه ها عنایت بفرما پروردگارا به حق اسرای کربلا معرفت خودت و اولیایت را در دل ما زیاد بگردان پروردگارا به حق اسرای کربلا منافقین و دشمنان دین و مذهب که دروبر علیه دین و مذهب کار بنان در قابل هدایت نیست و نابود بگردان پروردگارا شر دشمنان را از سر شیعیان و مظلومین مردم پاکستان برطرف بگردان پروردگارا به حق اسرای کربلا حاجات شرعی همه مؤمنین مؤمنات جمع حاضر ملتمسین دعا بنده حقیر برآورده خیر بفرما مشکلات مسائل گرفتاری های همه مؤمنین مؤمنات مسلمین و مسلمات ملتمسین دعا جمع حاضر بنده حقیر به اثر وجه برطرف بگردان پروردگارا رزق و روزی واسع و حلال نصیب همه مؤمنین مؤمنات جمع حاضر بلخص جوانان عزیز عنایت بفرما پروردگارا کسانی که به اولاد است اولاد سالم و صالح نصیبشان بفرما پروردگارا به حق اسرای کربلا جوان های ما را به راه خودت هدایت بفرما حجاب و عفاف خواهران ما را محفوظ بدار پروردگار هر چی خواستیم نخواستیم تو از قلوب از ما از حاجات از ما آگاه هستی حاجات شرعی همه مؤمنین مؤمنات جمع حاضر بنده حقیر برآورده خیر بفرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء رحم اللهم من قرأ الفاتحه وختام الصلوات